دارو درز میکنم خدمت دوستان عزیز و مهربان درس هشتم تمریناش میخواد بهمون بگه که بیا با ایدنتیفیت سیغن کردن اسم های جمع یاد بگیر تمرین کن ببین اسم جمع چجوری ساخته میشه دوستان کلمه ایدی آیدی کارد رو زیاد شنیدید یعنی کارت ایدنتیتی من کارت شناسایی من و اینجا هم ایدنتیفیت سیغن دقیقا معنای شناسایی کردن میده اینا همه اسمای جمعه میخواد حالا بگه که چجوریه که جمعه از کجا فهمیدی جمعه نشونش چیه توی فارسی مثلا میگیم ها یا آن یا مثلا اگر کتاب بود کتب شد میخوایم ببینیم چجوریه توی فرض کنیم فارسی تمرین میخوایم بکنیم اوکی؟ حالا اینجا دی شوسترن جمعش با ان مشخص میشه و حالا در برودر جمعش میشه دی برودر ببینید در واقع برودا و تبدیل به او شده میشه برودر توی لکزیکون ها یا همون دیکشنری ها اگر نگاه کنید میبینید که مثلا اسم جمع رو اینجوری مشخص کرده که کلمه برودر رو نوشته بعد اینجوری یه خط کج کش کشیده بعد اینجا مثلا اس گذاشته بعد اینجا یه او گذاشته یه خط این شکلی کشیده این یعنی چی؟ اینو خیلی مهمه که بچه که اهل دیکشنری میخوان باشن که خیلی هم توصیه خوبیه بدونن یعنی چی این اولیه اسم گنتیب رو مشخص میکنه و دومیه اسم جمع رو مشخص میکنه یعنی میخواد بگه که جمعش چجوری ساخته میشه وقتی که اینجوری نوشته یعنی اوملاوت به علاوه آخرش هیچ اتفاقی نمیفته میشه برود اوکی؟ نزی حالا بعدی چجوریه؟ تنته تنتن اونکل اونکل اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده یعنی اگر میخواست این کلمه رو بگیم نوش این اونکل اینجا اسم میذاش که گنتیوش باشه بعد میشد اونکل Sohn, Söhne. Die Tochter, die Töchter. Ö, gerekt. Buch, Bücher. Freundin, Freundinnen. Büro, Z. Wohnung, Gen. برای دوستانی که شاید الان بهشون این پیشنهاد براشون پیش بیاد که شما حل نکن بذار ما اول حل کنیم اینو پوز کنید برای خودتون حل کنید روی کاغذ بنویسید بعد ببینیم با هم مقایسه کنیم ببینیم نتیجه چی میشه دیوند دیوند درمنش دیمنشن دی سوگه دی 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 منش. دی دی و ای رگل رگل Das دی die Bilder. این میشه راه حل این تمرین. خب میگم دوستان حالا تمرین آخر بهش میرسیم میبینید که قضیه انقدام سخت نیست. تمرین دو را با هم حل میکنیم. تمرین دو میگه که فرض کنید که این کلمات که اینجا گذاشته رو میگه اینجا بیا جمعش رو به من بگو. شامال دی بیانن زین گود آس نگاه کن گلابی ها خوب به نظر میرسند یه دونه گلابی میشه بیا نه گلابی ها میشه بیا نه نه خوب به نظر میرسند پس بریم بخریم یا دی نمن بیا آره از اونا ما بر میداریم یا میخریم کافن ویا آخ ما بخریم همینطور چی؟ اپفل اگه بخوام یه دونه اپفل بخرم یا سیب بخرم میگم کافم وی اوخ اینن اپفل ولی چون میخوام سیب ها بخرم اینجا میگم چی؟ جمعش اپفل سیب ها هم بخریم اون یکی میگه گوت ایدی فکر خوبیه زیست دو دی میبینی تو فلاومه یا همون اه. نمیدونم فارسیش یادم نمیاد مثل آلو زرد ها آلو میشه فلامه میگه اون آلو ها رو هم میبینی حالا میخوایم بگیم آلو ها درسته اینجا چی میشه فلاومن من دقیقا فلاومن من به خاطر اینکه آخرش ا ای داره میدونم که یه ان بهش اضاف کنم جمعش رو میسازم بعدش میگه چی؟ یکلا او دیزین زیر تایا معلومه خیلی ولی گرون هستن واس بقاخون بیه نخ دیگه ما چی نیاز داریم اون یکی میگه مامنت یه لحظه سب کن و ایستی لیسته اون لیستی که نوشته بودیم کوش اه هیا شته دخ آها نگاه کن اینجا درونش نوشته درش هست که دیگه چی نیاز دارن کلمه رو بهمون گفته نودل میشه ماکارونی حالا میگه اینا ما چی دیگه نیاز داریم ماکارونی ها هم نیاز داریم نودلن ببینید آلمانی نمیگه من ماکارونی نیاز دارم میگه ماکارونی ها نیاز دارم سیب ها نیاز دارم گلابی ها نیاز دارم مگر اینکه واقعا میخواد یه دونه بخره ولی ماکارونی رو که یه دونه آدم نمیخره پس میگه نودلن ردیف بعدی چهار تا سه تا کلمه است در واقع که گفته که دیگه چی نیاز داریم در واقع گفته آی که جمعش میشه آیا تخم مرغ تخم مرغ ها اولیو میشه اولیوه معذرت میخوام اولیوه میشه یه دونه زیتون جمعش میشه اولیون و آخری کلمه رو تشن توخ جمعش میشه تشن تو درسته؟ من کامل تشن تو پس میشه چیا دیگه نیاز داریم؟ یه دونه تشن تو نیاز داریم بذاری من یک چیزی رو تو پرانتزی براتون بگم آلمانی وقتی که از شما میپرسه بچه داری یا نه بهتون میگه هستو کیندا ما توی فارسی میگیم بچه داری هست تو کیند ولی این غلطه توی آلمانی آلمانی میگه هست تو کیندا بچه ها داری موقع دستمال کاغذی ازت میخواد بهت میگه هست تو تشن تویشا دستمال کاغذی ها داری که یعنی یه دو رو به من بدی اوکی و موقع که میخواد بهت میگه که فلانی چی برای من تو راداری میای برای مهمونی اولیو هم بخر نمیگه اولیو بخر میگه کاف می آق اونس زیتون ها برام بخر آیا تخم مرغ ها برام بخر مگر اینکه واقعا یه دونه بخواد بگی که کاف می این نن این آیا یه دونه تخم مرغ برام بخر این فرق میکنه و آخر کار میگه که فراموش نکن همین طور چی زوسیشکایت زوسیشکایت زوسیش میشه شیرینی جات درسته شیرینی معذرت میخوام یک کلمه شیرینیه ولی ما توی فارسی هم موقعی میخوایم بگیم میگیم شیرینیجات یادت نره یعنی چی؟ نمیدونم اسمارتیز و شکلات و تافی مثلا توی فارسی هم میگیم شیرینیجات توی آلمانی هم دقیقا همینه فگیس نیشت دی دقیقا چی؟ زوسیش کای تنه کلمه من دیگه کامل نمیدونیستم میدونیم که آخر کلماتی که کایت هایت و اونگ اگر باشه حتما آرتیکلش دی هست و جمعش هم حتما ان ای میگیره یعنی میشه زوسیش کایتن هرچی که باشه هایتن اونگن اوکی؟ حالا من دیگه کلمه رو نمیگم که خیلی ذهنتون درگیر نشه تمرین سه یه لحظه پاوز کنید تمرین ها رو برای من بنویسید توی کامنت که ببینیم کیا چقدر چیز یاد گرفتن و حالا این تمرینه رو که من خیلی دوستش دارم با هم انجام میدیم گفته که بیلدنزی غیمه یعنی با هم دیگه بیاین غیمه بسازیم غیم میشه قافیه توی فارسی توی شعر فارسی مخصوصا ما اینو داریم مثلا میگیم الا یا ایو هست ساقی اده و نام که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها میبینین این آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها و آخر دوباره به تبعی هم ها هست به این میگن یک قافیه توی آلمانی هم مسلما ما قافیه داریم مثلا در باوم کلمه ای مثلا حال بیم اول تو فارسی بگیم مثلا من میگم دیوار کنار چنار بهار این همش آخرش آر داره پس اینا هم توی آلمانی دارنش و بهش همونم میگن قافیه مثلا در باوم حالا میگه که توی این لیست کناری ببین کدومش بهش میخوره است لند یا راوم باوم غاوم باقیهش دیگه بهش نمیخوره حالا کلمه غاوم رو که مینویسیم میگه من بهت میگم جمعش میشه بایمه حالا تو به من بگو جمع قام چی میشه منم خیلی مطمئن بهش میگم قایمه به خاطر این که میخوام بهتون بگم کلمات یه تعداد زیادی که یاد بگیرین با جمعش دیگه چون با قافیه اون کلمه آشنا میشید دیگه براتون آب خوردن میشه چیزی که توی درس بهتون گفتم یاد میگیرید در گست مهمان بریم ببینیم گست کلمه نزدیکش چی میشه است اولی جور در میاد رست نه هوزه نه هند نه غندم نه دوزه هم نه همون است میشه گست است حالا میگی من به تو میگم جمع گست میشه گسته تو به من بگو جمع است چی میشه من بهش میگم است کلمه بعدی وند 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 اوکی حالا بیایم اینجا وند لند رست دوزه، غند غند ببینین لند غند غند اینجا میگه که من بهت میگم جمع وند میشه ونده جمع غندم میشه غنده دیگه چی بود؟ لند جمعش میگه من بهت میگم ونده پس اینم میشه لنده درسته؟ در توگ دی توگ بریم میبینیم سوگ. دیگه چی بهش بخوره؟ رست، حوزه، هند، دوزه کدومش بهش بخوره؟ فلوگ اینی که اینجا نوشته فلوگ سوگ میشه در فلوگ دی سوگه مذارت میخوام در زوگ صوب دی زوگه فلوگ FluG این او میگیره حالا بند غوزه خودتون تو این کلمات نگاه کنید ببینید دیگه کدومش بهش میخوره این پاک میکنم کم کارتون سخشه خودتون نگاه کنید این کدومش بهش میخوره براش توی کامنت بنویسید برامو با هم دیگه نگاه میکنیم ببینیم چقدر خوب یاد گرفتید اینم از اینو اینم تمرین آخر میگه که کلماتی که همیشه در زبان شما به صورت این شش رو من دارم میگم به صورت جمع میاد این می این گفته شپراخ فرگلایش مقایسه زبان ها زبان فارسی رو مثلا میخوایم با آلمانی مقایسه کنیم درس قبل توضیح دادم مثلا میگه که ما توی آلمانی همیشه یه سری کلمات داریم که همیشه بدون جمع هستن مثل مثلا گوشت مثل مثلا کیز مثل مثلا مارملاد مارملاد یا مثلا هونیش اصل کسی نمیگه اصل ها بخریم میگه اصل بخریم چون آدم یه شیشه اصل میخره یا مثلا میگن بیا بخریم یا واین بخریم اوکی ما نمیتونیم بگیم شراب ها بخر میگیم شراب بخر آبجو ها بخر توی فارسی هم نمیگیم میگیم آبجو جو بخر ولی منظور اینه که مثلا دو تا شیشه آبجو یه جعبه آبجو یه قوطی آبجو جو مگر اینکه بخوایم دقیقا واقعا بگیم مثلا عین پکونگ بی کافون یا مثلا عین کیسته بی کافون اون دقیقا اگر بخوایم بگیم مثلا یه بسته 6 تایی یا یه دون جعبه 24 تایی اون وقت دیگه فرق میکنه ولی کلا موقعی که میخوایم بگیم 6 تایی یا 24 تایی اونم میگیم بی کافون که جمع نداره جمع مفردش خودش و اینجا هم میگه که اونایی که اون زینگولار هستن و همیشه جمع هستن در واقع موفق و پیروز باشین تا بعد خدا پیز.